بان سفیر با کابل و تلو نیوز خوش آمدید. خوشحالم که با شما در واشنگتن دیدار کردم و حالا اینکه در کابل هستم. چه هدفی شما را به کابل کشاند؟ من در استانه نشست پروسه صلح کابل به اینجا آمدم تا با حکومت افغانستان درباره چگونگی پشتیبانی ما از تلاش های آنان برای دست یافتن به یک توافق با مخالفان بر بنیاد گفتگوهای سیاسی مشورت کنم، در حالی که در این اواخر گواه حمله های فجیع در برابر غیر نظامیان بوده. رئیس جمهور ترامپ پس از حمله های اخیر گفت که ما با طالبان گفتگو نمی کنیم. سیاست شما واقعا چیست؟ همان گونه که می‌دانید یکی از عناصر مهم راهبرد جنوب آسیا این است که این راهبرد مبتنی بر شرایط است. انفجارهای اخیر نشان می‌دهد که شرایط برای گفتگوها چندان مناسب نیست. فکر می‌کنم که ما با رئیس جمهور غنی به خاطر دیدگاهش درباره صلح احترام زیادی داریم، زیرا سرانجام راه آوردن امنیت و ثبات در افغانستان در گفتگوهای سیاسی نهفته خواهد بود، نه در میدان جنگ. اما تا آن هنگام ما به فشار آوردن بر طالبان ادامه خواهیم داد و از نیروهای امنیتی شجاع و دلیر افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد. آیا آوردن فشار بیشتر به طالبان به معنای فشار بیشتر بر پناهگاه ها هست؟ فکر می کنم که رئیس جمهور ترامپ در ماه آگوست که راهبرد جنوب آسیا را اعلام کرد بسیار واضح بود. از دید ما پاکستان فرصت آن را دارد که با پشتیبانی از یک توافق مبتنی بر گفتگو منافع مشروعش را حفظ کند. ما راهبرد جنوب آسیا را فرصتی برای پاکستان می بینیم. اینکه رئیس جمهور تصمیم گرفت کمک های نظامی را به پاکستان به تعلیق برآورد نشان دهنده ناامیدی ما گواه تلاش های تهاجمی پاکستان برای مختل ساختن توانایی طالبان به ویژه برای فعالیت در آن سوی مرز نبوده ایم. پاکستان به بخشی از راه حل مبدل می شود. فکر می کنم پاکستان نیاز دارد که بخشی از راه حل باشد. ما گفتگوهایمان را با پاکستان ادامه می دهیم و گفتگوهای مهمی انجام می دهیم. فکر می کنم که پاکستان و افغانستان هر دو از صلح سود خواهند برد. افغانستان بیشتر بهره مند خواهد شد. اما ناامنی که در 40 سال اخیر در این منطقه ایجاد شده است، کشورهای دورتر را بی ثبات ساخته و عقب مانی منطقه را در پی داشته است. به سطح بازرگانی و توسعه در منطقه می‌بینید، جنگ نه تنها برای افغانستان بلکه برای همسایه‌های آن نیز اثرگذار بوده است. پس از اعلام راهبرد جنوب آسیا گواه حمله‌های بیشتری در افغانستان بوده‌ایم. آیا 2018 و سال‌های پس از آن برای افغانستان خونبار خواهند بود؟ فکر می کنم اگر صادقانه بگویم این حمله ها نشان دهنده ناچاری از سوی مخالفان است و نشان دهنده پیشرفت در برابر طالبان در میدان جنگ از سوی نیروهای افغان است. بسیار زننده است که طالبان مسئولیت حمله ای را گرفتند که غیر نظامیان را در کابل آماج قرار داد. فکر می کنم که این حمله ها به اثبات می رساند که برخی از عناصر طالبان برای صلح آماده نیستند. فکر می کنم که این کار از مسئولیت ما برای فکر کردن درباره افق صلح و اینکه چه اصولی روند صلح را به حرکت در می آورند نمی کاهد. جامعه جهانی در 28 فوریه اینجا در کابل گرد هم خواهند آمد تا از رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه دکتر عبدالله پشتیبانی کنند. ما می دانیم که با واکنش های داخلی در برابر این انفجارها شجاعت بسیاری نیاز است که هنوز هم صلح پشتیبانی شود و ما به این کار حرمت می گذاریم. چی چیزی شما را امیدوار می سازد که طالبان به صلح علاقمند هستند؟ خب دوستان افغانم به من می گویند که طالبان بخش از بافت اجتماعی افغانستان هستند. می گویند که طالبان گفتند که به یک ملت بودن افغانستان باور دارند، برخلاف داعش که یک گروه ارتجایی است که چیزی به نام خلافت می خواهد. ما می پذیریم که شکایت های مشروعی وجود داشتند که در نخست شورشگری را تحریک کردند، اما امکان ندارد که در یک روند دموکراتیک و بر میز گفتگوها به هیچ کدام از این مشکلات رسیدگی نکرد. فکر می کنم که ایالات متحده، جامعه جهانی، حکومت افغانستان و مردم افغانستان روشن ساختند که ما برای صلح و یک توافق سیاسی مبتنی بر گفتگوها آماده هستیم. یک گروهی که برای صلح آماده نیست و گفتگو را با حکومت افغانستان رد کرده است، طالبان است. از همین رو باید با آوردن فشار بر طالبان ادامه دهیم و این را بپذیریم که طالبان هستند که کشور شما و جامعه شما را از پیشرفت باز داشتند. Speaking of
اگر بخواهیم در مورد داعش صحبت کنیم، حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد حضوری رو به افزایش داعش در افغانستان تا چه پیمانه نگران است؟ خب من با این نظر که شاخه خراسان داعش در حال رشد است موافق نیستم. باید بگویم که با حملات قوای امنیتی افغان با حمایت نیروهای حمایت قاطع ما در حقیقت شاهد کاهش حضور داعش به طور مشخص در ننگرهار بوده ایم. گرچه ما شاهد حضور داعش در دیگر بخشای افغانستان نیز بوده ایم، اما شما شاهد مبارزه جدی ما در برابر داعش خواهید بود. بعد از شکست داعش در قلمرو مرکزیشان در عراق و سوریه، هیچ یکی از اعضای جامعه جهانی نمیتواند حضور داعش را در بخشای دیگر جهان تحمل کند. به طور مشخص برای مردم افغانستان، ملتی که برای صلح، استقلال و تمامیت ارضی کشورشان محکم ایستادند، اجازه دهد که گروهی بیاید و ارزش‌های مانند هویت افغانستان را برباید. ما این مسئله را به نهایت جدی می‌گیریم. مقامات افغان، گاه مقامات پیشین هم و برخی از کشورهای منطقه از حضور در حال افزایش داعش نگرانی های جدی مطرح کردند. آیا در مورد قوت داعش در افغانستان تناقض دیدگاه وجود دارد؟ آیا شما هم به این موضوع روبرو شده اید؟ من فکر میکنم برخی از کشورها در منطقه با بزرگ نمایی حضور داعش میخواهند روابطشان را با طالبان تبدیل کنند. این کار نه تنها بدبینانه است، بل جنگ را در افغانستان طولانی تر میسازد. این کار دوری جستن از حقیقتی است که طالبان زمینه را برای گروه های حراستگر مانند شاخه خراسان داعش مساعد میسازند تا در اینجا پا بگیرند. تنها راه شکست داعش از طریق شکست طالبان و کار کردن با حکومت افغانستان است، که مطمئن شمیم نهادهای حکومتی افغانستان توانایی مبارزه را دارد. حفظ منافع یک جانبه برخی کشورها و ضد منافع مردم افغانستان است. نگرانی های زیادی در مورد کارکرد حکومت وحدت ملی وجود دارد. سران حکومت در تعهداتشان در موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی وفا نکرده. آیا فکر می کنید حکومت وحدت ملی نسخه کارا برای افغانستان بوده است؟ We support a strong and inclusive NUG. ما از حکومت وحدت ملی قوی و همه شمول حمایت میکنیم. بدون حکومت وحدت ملی نیرومند، ما نمیتوانیم شاهد آوردن اصلاحات، پیروزی در میدان جنگ و تحقق صلح و ثبات در کشور شما. پیام ما همیشه به رهبران افغان همین بوده تا به اندازه همه شمول باشند که بتوانند اجماع ملی ضروری را شکل دهند. ما به تلاش هایمان برای با هم نگه داشتن کشور ادامه میدهیم. قرار است افغانستان در سال جاری میلادی شاهد انتخابات پارلمانی باشد. برخی ها با اشاره به عدم اراده سیاسی کافی از برگزاری انتخابات شاکی اند. آیا انتخابات برای کشورهای تمویل کننده مثل شما خط سرخ است تا فشار بیشتر روی حکومت وارد شود و ما شاهد برگزاری انتخابات امسال و سال آینده باشیم؟ ما از انتخابات شفاف با اعتبار و به وقت پشتیبانی میکنیم. با هر کسی که در افغانستان صحبت کردم، از رئیس جمهور غنی گرفته تا رئیس اجرایه، دکتر عبدالله و مخالفان سیاسی، همه خواهان برگزاری انتخابات خوب هستند و تلاش های ما فعلا متمرکز به حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات تا از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات امسال و انتخابات سال آینده گرفته شود. فکر میکنم مردم افغانستان انتظار توانمند شدن نهادهای دموکراتیک را دارند. من از هیچ افغان نشنیدم که از انتخابات به عنوان یگانه پیروزی بزرگ 16 ساله اخیر دوری کند. اما اگر انتخابات امسال برگزار نگردد؟ من سناریوی برگزار نشدن انتخابات را نمی بینم. خواست سیاسی از رئیس جمهور شروع تا دکتر عبدالله و احزاب سیاسی متمرکز برای نحو برگزاری انتخابات است و ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی نیز در این راستا تلاش می کند تا افغانستان شاهد برگزاری انتخابات با اعتبار، با وقت و شفاف باشد. Independent Election Commission so that Afghanistan can hold, credible, timely and transparent elections.
رئیس جمهور غنی در دو ماه اخیر در اداره کشور به طور مشخص در بخش‌های شمال با مشکلات روبرو بوده است. رئیس جمهور غنی عطا محمد نور را برکنار کرده و وی با نپذیرفتن این تصمیم حکومت مرکزی را نامشروع می‌خواند. آیا این رویارویی ثبات افغانستان را برهم می‌زند؟ خب باز هم باید بگویم که ما از حکومت وحدت ملی قوی و همه شمول حمایت میکنیم. این موضوع داخلی افغانستان است که با مقامات افغان باید آن را حل بسازند. بدون شک ما میپذیریم که رئیس جمهور صلاحیت برکناری یک والی را دارد و ما امیدواریم که این موضوع به طور مسالمت آمیز و سریع حل شود تا حکومت بتواند با دشواری هایی که با آن روبرو است مبارزه کند. آیا از گزینه نظامی حمایت میکنید؟ همانطوری که گفتم ما از یک روند مسالمت‌آمیز در این قضیه داخلی حمایت میکنیم. آیا شما با هر دو طرف گفتگو میکنید؟ ما با همه صحبت میکنیم. باز هم این مسئله یک مسئله داخلی است. تا در مطابقت با قانون اساسی دولت افغانستان این موضوع را از میان بردارد. باز هم ما میپذیریم که رئیس جمهور هر زمانی که لازم ببیند میتواند یک والی را برکنار بسازد. سفیر ویلز، سپاس فراوان. تشکر از شما.